به نام خدا و با سلام و درود خدمت شما عزیزان و همراهان گرامی کانال سرخط. ممنونیم که با ما همراه هستین و با نظرها، پیشنهادها و انتقاداتون ما رو همراهی میکنین. میگم این براندازه و اپوزیسیون نماها چرا اینقدر رسوان؟ تا ایران یه جاسوس دستگیر میکنه با غرب و رسانه‌هاش همراه میشن که وای ایران خبرنگار دستگیر کرده، بعد که رژیم صهیونیستی علنا خبرنگارا رو میکشه یا سکوت میکنن یا حمایت میکنن از کارش. یعنی آدم اینقدر تباه. اروپا هم همین که از این کار رژیم صهیونیستی حمایت نکنه کافیه، نمیخواد محکوم کنه. نقاب انسان دوستی اروپایی‌ها خیلی وقته که از صورتشون افتاده. نخست وزیر رژیم صهیونیستی در واکنش به کشته شدن خبرنگار شبکه الجزیره مدعی شده که شواهدی وجود داره که نشون میده افراد مسلح فلسطینی با شلیک بی هدف باعث کشته شدن این خبرنگار شدن. سخنگوی وزارت امور خارجه در سرزمین‌های اشغالی هدف قرار دادن تعمدی خانم شیرین ابوعاقل خبرنگار سرشناس شبکه الجزیره در سرزمین‌های اشغالی توسط نیروهای رژیم اشغالگر صهیونیستی را به شدت محکوم کرد و شهادت این خبرنگار را به خانواده وی، شبکه الجزیره و خبرنگاران متعهد به آرمان فلسطین و قدس شریف در سراسر جهان تسلیت گفت. رئیس جمهور لبنان هم در واکنش به شهادت شیرین ابوعاقله خبرنگار فلسطینی شبکه الجزیره در جنین گفت ابوعاقله با خون خود بار دیگر ثابت کرد رژیم اشغالگر وحشی تمام معاهدات و قوانین بین المللی را نادیده میگیرد. الجزیره هم اعلام کرده در یک جنایت فجیع که نقض قوانین بین الملل هست، نظامیان صهیونیست با خونسردی شیرین ابوعاقله را ترور کردند. الجزیره اعلام کرده این رژیم و نظامیان اشغالگر را مسئول این قتل میدونن و عاملان این جنایت رو تحت پیگرد قرار میدن. معاون وزیر خارجه قطر گفت شهادت ابوعاقله جنایتی فجیع است که به سوابق زشت اشغالگر اسرائیلی افزوده شد. لولو خاطر گفت حمایت بی قید و شرط از اسرائیل باید متوقف بشه. صبح امروز هم سپاه پاسداران با یگانهای موشکی، پهپادی، توپخانه‌ای و هوایی سپاه پاسداران چندین مقر و پایگاه تروریست‌های اقلیم کردستان رو در هم کوبید. معاون هماهنگ کننده سپاه حمزه سیدالشهدا گفته این تروریست‌ها در چندین مقر مستقر بودند و مورد حمله موشکی و توپخانه‌ای نیروی زمینی سپاه پاسداران قرار گرفتند. نیروی زمینی سپاه قبلا به گروه‌های تروریستی هشدار داده بود که در صورت کوچکترین شرارت محل‌های استقرار آنها و منشأ شرارت منهدم خواهد شد. اخیراً یک تیم تروریستی از اقلیم شمال عراق ذات انظام اقدامات ضد امنیتی وارد شمال غرب حوزه مسئولیتی قرارگاه حمزه سیدالشهدا شده بودند که بدون هیچ گونه اقدامی و با هوشیاری رزمندگان قرارگاه حمزه دستگیر شدند. لذا صبح امروز مگرهای گروه های تروریستی در خاک اقلیم شمال را به وسیله رزمندگان سپاه با حملات توپخانه‌ای و موشک مورد هدف قرار گرفته و منهدم جدید و تلفات قابل ملاحظه‌ای به گروه های تروریستی وارد آمد. لذا نیروی زمینی سپاه مجدداً به گروه های تروریستی هشدار می‌دهد در صورت شرارت منشأ شرارت و محله‌های استقرار آنها به وسیله رزمندگان قرارگاه حمزه مورد هدف قرار گرفته و منهدم خواهند شد و ما کاملاً به گروه های تروریستی در آن سوی مرز اشراف اطلاعاتی داشته و در انهدام آنها پیرنج را خواهیم کرد. سردار، مقر تروریست ها بیش از یک مقر بوده یا فقط یکی از مقرها مورد هدف قرار گرفته؟ نه، در چندین مقر اینا مستقر بودند، چندین مقر مورد حمله موشکی و توپخانه رزمندگان سپاه قرار گرفت. انشاءالله تلفات و خسارات اینها مورد بررسی قرار میگیره، مجدداً اعلام خواهد شد. گفته میشه که در این حمله تلفات قابل ملاحظه‌ای به نیروهای تروریست وارد اومده. We'll be right back.
و بازم ببینین تصاویر دیگری از حملات توپخانه صبح امروز. محمد مهدی بابایی تحلیلگر مسائل غرب آسیا در مورد این حمله گفت البته فرمانده قرارگاه حمزه عبور تیم تروریستی که روز قبل توسط نیروهای سپاه دستگیر شدن رو دلیل این حمله دونست، اما همه میدونیم که قبلتر عملیات‌های بدتری علیه نیروهای ایرانی شکل گرفت و پاسخ پس از چند روز تهیه بانک اطلاعاتی و شناسایی‌های متعدد به صورت محدود توسط یگان‌های توپخانه و در دو سه مورد یگان‌های موشکی داده شد. پس چنین حمله بزرگی که حتی بالگردهای سپاه هم درش حضور داشتند نمیتونه در جواب عبور یک تیم تروریستی که حتی موفق هم نشدند باشه. جمهوری اسلامی تحت هیچ شرایط حضور سیاسی، نظامی و اقتصادی اسرائیل رو در نزدیکی مرزهای خودش تحمل نخواهد کرد و به صورت نهان و آشکار بنا به مصلحت علیه نیروهای این رژیم و پناه دهندگان ایشان عملیات‌های مرگبار انجام خواهد داد. الان باز این شبکه‌های سعودی و براندازه میان میگن که اگه راست میگی چرا ساختمون خراب نشده؟ ساختمون قشنگ کنفیکون شده بود و موج انفجارش تا چند کیلومتر دورتر رسیده بود. بازم اینا میگفتن نه موشک‌های سپاه درست کار نکردن. این براندازه خیلی رسوان آقا. تا یه کشور غربی ماهواره میفرسته فضا میگن دنیا داره تو فضا میچرخه و اکتشاف میکنه و ما همچنان به دین تخیلی این آخوندا چسبیدیم. وقتی ایران ماهواره میفرسته میگن اینا که برامون نون و آب نمیشن، با تجهیزات چینی و روسی این کارا رو میکنن، چه فایده وقتی اینترنت و آزادی نداریم؟ اصلا چرا بودجه مملکت رو بدن ماهواره بفرستن فضا؟ این همه گشنه داریم، یعنی همینقدر اینا تباهن. خود صهیونیست‌ها قبول دارن که ایران داره در عرصه نظامی شکستشون میده، ولی براندازا میگن نه اونا نمیفهمن، ما میفهمیم ایران قدرت نظامی ضعیفه. اصلا یه ویدیو در این مورد ببینیم با تشکر از بچهای کاوش مدیا واسه ترجمه این ویدیو. It is no secret that the Islamic Republic of Iran is revolutionary. دیگر بر همگان پوشیده نیست که جمهوری اسلامی ایران قدرتی تجددخواه است که به دنبال استیلای بر منطقه است. در واقع جاه‌طلبی‌های حکومت دینداران ایران تنها در منطقه نیست، بلکه جهانی است و می‌خواهند انقلاب اسلامی ایران را به جهان صادر کنند. و یک جنبه اصلی چشمانداز ایران و یک هدف اصلی که هیچگاه از بیانش قصور نمی‌ورزند نابودی اسرائیل است. برای کسانی که اخبار خاورمیانه را به طور کلی و به طور ویژه در اسرائیل دنبال می‌کنند، شاید خبر تازه‌ای نباشد که آمار جنایت و به طور ویژه آمار قتل در جوامع عربی اسرائیل دارد افزایش می‌یابد، حتی فراتر دارد منفجر می‌شود. ارتباط این با ایران هم البته موضوع این گفتگو و شماره بهاری مجله جی پی سی است. در سال 2013 تنها 58 قتل در محلات عرب نشین اسرائیل به ثبت رسید. درست 7 سال بعد در سال 2020 این آمار با ثبت 108 قتل بیش از دو برابر افزایش یافت. یک سال بعد در سال 2021 شاهد یک افزایش دیگه بودیم که معادل رقم خیره کننده 126 قتل گزارش شده است. البته باید تاکید کنم که این آمار گزارش شده است و رقم میتونه از این هم بیشتر باشه. جمهوری اسلامی به ارتکاب خشونت در جوامع عرب اسرائیل کمک میکنه. تهران به طور غیرقانونی سلاح گرم و جنگافزار به جوامع عرب اسرائیل قاچاق کرده و این گمانه‌زنی نیست بلکه یک واقعیت است. در نوامبر 2021 پلیس اسرائیل از قاچاق جنگافزار به وسیله ایران به جوامع عرب اسرائیل پرده برداشت که طبق بیان تایمز اسرائیل تا باعث ناآرامی مدنی شود. سرپرست ارشد ناحیه شمالی اسرائیل به شبکه خبری 12 اسرائیل گفت 95% از قاچاق اسلحه از لبنان توسط حزب الله، گروه نیابتی تروریستی ایران در لبنان مدیریت می شود. برخی از این جنگ افزارها از مرزهای اردن قاچاق می شوند، ولی همچنان شماره گسترده ای از این تسلیحات از نواحی شمالی اسرائیل وارد می شوند. حزب الله مدت درازی است که بخش پیوسته به مرز اسرائیل را کنترل می‌کند و لذا احتمالش بسیار پایین است که این گروه تروریستی در این عملیات‌ها دست نداشته باشد و به ندرت چیزی در این مناطق بدون آگاهی و موافقت حزب الله رخ می‌دهد. ایران از نواب خود بهره‌گیری می‌کند تا به اسرائیل سلاح قاچاق کند و این نباید مایه تعجب باشه. ایران تخصص بالایی در قاچاق دارد. جنگ افزارها همچون مواد مخدر در فرسایش جوامع مدنی و نابودی تار و پود اجتماعی دشمنان ایران کار است. بنابراین استفاده ای ایران از نیروهای نیابتی جهت قاچاق جنگافزار به اعراب اسرائیل قابل پیش بینی بوده و در پیوست با راهبرد و تلاش‌های تهران است که اغلب این تلاش‌ها در پراکندن تخم آشوب و هرج و مرج در منطقه موفق هستند.
راهبرد ایران مشروعیت زدایی از اسرائیل است. در این مورد اینها عملیات‌های نفوذی هستند که به این هدف خدمت می‌کنند. با برانگیختن خشونت در میان عرب‌های اسرائیل، تهران به عناصر پرشمالی که در کارزار بلند مدت تضعیف دولت یهود فعالیت می‌کنند یاری می‌رساند. متأسفانه همه توجهات که البته شایان است معطوف به برنامه‌های موشک‌های هدایت شونده نقطه زن و برنامه‌های جنگ افزار هسته‌ای ایران شده است. اینا البته بسیار مهم هستند، ولی چیزی که ایران در آن بسیار استاد و سرآمده است جنگ نامتعارف است. فکر می‌کنم اونا اگه از من بپرسی در کارزار سیاسی بسیار پیشرفته تر هستن. اونا بسیار پیشرفته هستن و موفقیت‌های بسیاری به دست آورده‌اند. خود کارشناسای اسرائیلی از پیشرفته بودن موشک‌های نقطه‌زن و تاکتیک‌های جنگی ایران میگن، اما یه عده برانداز میگن نه، موشک‌های ایران فیل میشن. I think one thing that is unfortunate both for Israel's detractors and those من فکر میکنم چیزی که هم برای منتقدین و هم مدافعین اسرائیل مایه بد اقبالی است، این تمایل مدید به دیدن اسرائیل به شکل جدا از بقیه خاورمیانه است که اینطور نیست. اسرائیل دقیقا در خاورمیانه است و من فکر میکنم این یک پیش‌فرض غلط است. کتابچه بازی ایران که انقدر در سوریه و لبنان و یمن و غیر موفق بوده است، چرا آن را در اینجا اجرا نکند؟ اونا در جاهای دیگه انقدر موفق بودن و من فکر میکنم این یک پیشفرض غلط و خطرناکه که فکر کنیم اون رو اینجا اجرا نمیکنند. فکر میکنم دارن این کار رو میکنن. بله، من فکر میکنم ایران پر جرأت شده، کاملا روشنه و داره نتیجه هم میگیره. داستان فقط سر اسرائیل و مرزهای شمالی نیست، اما اگه به یمن یا هر جای دیگه نگاه کنید، خیلی چیزا داره برای ایران درست پیش میره خارج از ایران. لذا فکر میکنم بله، جمهوری اسلامی پر جرأت شده و ابزاری داره که پیشتر در دست نداشت. همزمان خبر میرسه که سفیر روسیه با عصبانیت جلسه پارلمان رژیم صهیونیستی رو ترک کرده. فاکس نیوز خبر داده که آناتولی ویکتوروف، سفیر روسیه در سرزمین‌های اشغالی که برای شرکت در مراسم روز پیروزی بر آلمان نازی به پارلمان رژیم صهیونیستی دعوت شده بود، بعد از اظهارات نمایندگان کنست در خصوص جنگ اوکراین با گام‌های تند و در حالی که سخنانی بر زبان می‌آورد با عصبانیت جلسه رو ترک کرد. عرض کنم که روابط رژیم صهیونیستی و روسیه در هفته‌های اخیر پس از اظهارات سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه رو به تیرگی نهاده است. دوستان، توی یکی از برنامه‌ها با سند و مدرک گفتیم تو آمریکا شیر خشک کمیاب شده و حتی یه گزارش از یه شبکه آمریکایی هم در موردش پخش کردیم. یه عده ریخته بودن تو کانال تلگرام که چرا دروغ میگی؟ ما خودمون آمریکاییم، اینجا اصلا کمبود شیر خشک نداریم. داداش شما سرت رو کردی تو برف، دلیل نمیشه که بقیه هم کور باشه. آقا من دروغ میگم، رسانه‌های آمریکایی هم دارن دروغ میگن. اونا دروغ بگن، پسر دونالد ترامپ هم دروغ میگه، اون دروغ بگه، مردم آمریکا هم دروغ میگن. پسر دونالد ترامپ دیروز توییت کرده در حالی که در آمریکا شیر خشک پیدا نمیشه، کنگره در حال رأی‌گیری برای ارسال 40 میلیارد دلار به اوکراینه. حتما شما راست میگید فقط، یا اینا اون آمریکایی که شما هستید نیستند. یه دروغی میگید حداقل طوری باشه که اینطوری رسوا نشید دیگه. مثلا بگو آره گرون شده اما کمیاب نه، اینطوری ما فکر میکنیم که شما اطلاعاتتون کمه و قصد دروغ پراکنی ندارید. حالا اینکه تو آمریکا یه چیزی کم باشه باز دلیل نمیشه کم بود و گرونی های ایران رو توجیه کنیم. فقط میگیم اونجا هم آره، اونجا هم اون بهشتی که شما میگید نیست. یه نمونه از مشکلات داخل همین قیمت ماشین هامون که از ماشین های روز دنیا هم گرونتره. تویوتا لندکروزر 2013 تو ایران 7 میلیارد و 500 میلیون تومان، بعد تو کووید حدود 650 میلیون تومان. یا برای مثال 206 کارکرده ساخت خود فرانسه رو بخوایم بخریم کمتر از 60 میلیون تومان در نمیاد. بعد همینو تو ایران با لوازم بعضن بی کیفیت زیر 180 میلیون تومان نمیشه خرید. اینا دیگه خدای نه جای دفاع داره نه ما ازش دفاع میکنیم. خبرای این برنامه رو تا میخواستیم ببندیم، یه خبر جالب رسید که باید براتون بخونم. خبرگزاری فارس خبر داد که با تصویب دولت واردات خودرو آزاد شد. به گزارش این خبرگزاری، وزیر صنعت، معدن و تجارت از تصویب کلیات واردات خودرو در هیئت دولت پیرو به پیگیری‌های این وزارتخانه خبر داد و گفت جزئیات چگونگی آیین‌نامه واردات خودرو به زودی اعلام و اطلاع رسانی می‌شود. با توجه به رفع موانع صادراتی و افزایش صادرات که به برطرف شدن مشکل تراز ارزی کشور کمک کرد، دیگر ضرورتی برای استمرار ممنوعیت واردات خودرو نبوده و خواستار آزادسازی واردات آن برای ایجاد بازار رقابتی در کشور شدیم. با برگزاری چندین جلسه در مراجع زیربط و هیئت دولت، آزاد شدن واردات خودرو را به دور از هیاهوی رسانه‌ای به صورت جدی پیگیری کردیم. سرانجام با ارائه گزارش‌های کارشناسی و بیان استدلال‌های منطقی، پیگیری‌های مستمر نتیجه داد و پیشنهادهای این وزارتخانه در هیئت دولت به تصویب رسید. خبر خیلی خوبی بود.
انحصار باعث شده بود که خودروسازا به جای بالا بردن کیفیت خودرو به فکر بالا بردن کیفیت چاپیدن مردم باشن. واردات خودرو از اوجب واجبات بود وگرنه قیمت اینا با همین شیب تا بی‌نهایت هم می‌رفت. حضرت آیت الله خامنه ای در دیدار معلمان و فرهنگیان هم فرمودند در مدارس نظرسنجی کنید ببینید چند نفر رونالدو را میشناسند، چند نفر کاظمی آشتیانی را. بایستی کاری کنیم که دانش آموز دارای هویت ملی بشود. مهمتر از علم آموزی یا لااقل در حد علم آموزی این است که او احساس هویت بکند، یک انسان با هویت ساخته بشود، یک هویت ملی، هویت احساس اعتماد به نفس ملی پیدا کند. از عمق جان کودک ما با افتخارات کشور آشنا بشود. این چیزی است که امروز وجود ندارد. شما بین بچه‌های مدرسه تان یا مدارس تان نظرخواهی کنید ببینید چند درصد کاظمی آشتیانی را با آن همه خدمات، با آن ارزش وجودی میشناسند و چند درصد رونالدو را میشناسند. ما چرا افتخارات ملی خودمان را نمیشناسیم؟ اما کاظمی آشتیانی که امروز رهبر انقلاب از اون نام برد کیست؟ سعید کاظمی آشتیانی جنین‌شناس و مؤسس پژوهشگاه رویان یکم فروردین سال 1340 در تهران به دنیا آمد. سال 1358 برای تحصیل در رشته فیزیوتراپی به دانشگاه رفت، اما به خاطر انقلاب فرهنگی و حضور در جبهه دفاع مقدس بعد از 11 سال توانست مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشدش را تمام کند. در سال 1361 با همکاری دو تن از همکارانش جهاد گروه پزشکی را در دانشگاه علوم پزشکی ایران تأسیس کرد. دکتر آشتیانی همزمان با تحصیل در مقطع دکتری جنین شناسی مراکز درمانی و تحقیقاتی زیادی تأسیس کرد که پژوهشکده رویان یکی از مهمترین آنهاست. اولین طرح موفق همانندسازی حیوانات در خاورمیانه در این پژوهشگاه صورت گرفت و سال 1385 دو بره همانندسازی شده در پژوهشگاه رویان به دنیا آمدند. پیشرفت این پژوهشگاه در علوم باربری و ناباربری بیماران ایرانی را از سفرهای درمانی بی‌نیاز کرد. تا کنون هزاران زوج نابارور با بهره‌مندی از خدمات این مرکز پیشرفته درمان ناباربری صاحب فرزند شدند و افراد زیادی از خارج از کشور برای معالجه در این مرکز به ایران آمدند. دکتر آشتیانی که با ارائه نتایج پژوهش‌های سترگ در مجامع معتبر علمی در اعتلاق نام ایران در عرصه‌های بین‌المللی سهمی از یاد نرفتنی دارد، در 14 دی ماه 1384 بر اثر عارضه قلبی درگذشت. رهبر انقلاب دکتر آشتیانی را شهید نامید و در پیام تسلیتی فرمود وی یکی از فرزندان صالح انقلاب و از رویش‌های مبارکی بود که آینده درخشان علمی در کشور را نوید می‌دهد. خیلی ازتون ممنونم که تا انتها با ما همراه بودین. لایک و سابسکرایب فراموشتون نشه و اگه از این ویدیو خوشتون اومد واسه دوستاتونم بفرستینش. تا یه ویدیوی دیگه در پناه حق.